با سلام درود احترام خدمت هموطنانم، این کلیپ ویژه هموطنان خارج از کشور است. دوستانی که منتظر بودند، هموطنانی که منتظر بودند کاری انجام بدند، این چیزایی که خدمتتون عرض میکنم الان وقتش است. ببخشید دوباره صحبت میکنم، با خسته هستم ولی خوشحالم، با تمام وجود خوشحالم که این روزها رو میبینیم. همه ما همه خوشحالم، اما اینها اومدن اینترنت قطع کردن، البته خودشون هم فلج شدن. الان 90% هواپیما که میرن این ور اونور خالی میرن، چون اینها از اینترنت قطع هست، بلیط نمیتونن بفروشن و خودشون بیش از مردم ضرر میکنن، حقشون هم هست. خدمت شما عرض کنم که پس الان وقتش هست که ما با انگشت خودمون پشت خودمون بخارونیم و اون چیزی که ما چی کار میتونیم بکنیم، این کاریست که الان خدمتتون عرض میکنم و مطمئنم هستم که در نهایت توانتون این کارا رو که من میگم انجام میدید. اینترنت قطع شد، ما فشار زیادی رو بردیم به اروپا و آمریکا و به خصوص من، حتی من به روسیه هم فشار رو بردم از کانال مختلف. حالا وصل کردن نازشست ولی نکردن طبق وعده سال قبلشون یا دو سال قبلشون. ما اهمیت نمیدیم، ما خودمون دست به کار میشیم. فیلم هایی که واسه من داخل کشور میاد دوستان، اینا رو من دیگه روش آدرس نمیزنم و پخش میکنم که دیگران پخش کنم. مثلا من فیلم میذارم، بعد از 5 دقیقه صدای آمریکا میذاره خوشحالم، بعد از 5 دقیقه بی بی سی میذاره خوشحالم، چون فیلم هایی که داخل کشور واسه من میاد دوستان خیلی راحت بهتون بگم. یه تعدادی هست، میگم چه تعدادی، یه تعداد ما آنتن ماهواره ای داریم برای اینترنت، ما نداریم، بر بچه ها دارن، و یه تعداد دیگه هم امشب میرسه ایران، از دبی میرسه. اینها زحمت میکشن، کار انجام میدن و قابل شناسایی نیستن، قابل ردیابی هم به هیچ وجه نیستن، تلاششون میکنن، برای جاهای مختلف هم میفرستن و گفتی میکارم انجام بدن، مختص به جا نباشه، ما هم در حد توان میذاریم. اما حالا وظیفه ما کسایی که این ورآب هستیم چی هست؟ شما هر فیلمی که شما تو کانال من میذارم یا شبکه های دیگه میذارم، چون تو ایران دیده نمیشه، مثلا پیام 16 عزیزمون تو ایران دیده نمیشه، شهبان و فره صحبت کردم دو مرحله دیده نمیشه، شما باید بیاید تیتروار بنویسید شهبان و فره دو بیانیه رو دادن، این صحبت ها رو کردن، خلاصه نویسی کنید. شازده ایزمون چیز کردن، صحبت ها رو کردن، یا کپی اسکو میکنید میزید، یا اینکه میگید این حرف رو زدن، یا از فیلم هایی که براتون میاد، شیراز هست، بندر عباس هست، مشهد هست، تهران هست، یه خلاصه می‌نویسید که ساعت فلان در فلان جایی اتفاق افتاد، این کارا شد، اینجا اینطوری شد، اینا رو می‌نویسید، خلاصه نویسی می‌کنید و یه اس ام اس می‌زنید به ایران. شما کافی بود که ایرانی خارج کشور هستن و این کلیپ منو می‌بینن، نه 10 نفر به 10 نفر اس ام اس کنید. داخل کشور ما زیاد داریم پخش می‌کنن، زیرش هم بنویسید که لطفاً اطلاع رسانی به دیگران. این یعنی این که شما مردم خود داخل کشور پشتوانه ای از شما دارند و کاری که شما میکنید کاری از کارستون، چون الان وقت کندن پوست این تشکیلات هست و زدن سر مار هست. خامنه ای هم که خودشو باخته ولی پررو هست و جالبه که اینم بهتون بگم، ریزش شدید تو نیروهاش هست، چون وقتی نیرو میبینن که حرف غیر منطقی میزنه، غیر اصولی میزنه، این نسل جدید هستن، پهن براش خورد نمیکنن. و الان هم که سپاه گفتن آقا بیا کودتا کن، سپاه گفت من نیرو ندارم، میریزن میرن و ما رو ول میکنن و مردم ما رو تیکه تیکه میکنن، قطعا هم میکنن، ما باهاتون بارها گفتیم، من 3 سال دارم میتونم اختیار میکنم و خوشحالم که گوش نکردید، من وظیفه من انجام دادم. پس شما صحبتی که کلیپ هایی که براتون میاد، صحبتی که میشنوید، اخباری که میاد رو، اخبار مثبت، منفی لازم نیست، منفی اینا بیشرف های بی بی سی میرن یه 4 تا اخبار منفی پیدا میذارن، همون کاری که سال 57 کرد، همیشه همونه، اصل بد نکو نگرد از آن که بنیادش بد است، پیشش همین. پس این چیزایی که میبینید، اخباری که میبینید، اخبار خوب و مثبت و درست و موثق رو اسمس بزنید واسه داخل کشور. من شنیدم 1000 تا اسمس 10 اورو یا مثلا 10 دلار. حالا شما نمیخواد 1000 تا بزنید، نمیخواد 500 تا، نمیخواد 200 تا، بین 10 تا 100 تا بزنید و این مطمئن باشید ظرف چند ساعت تمام ایران پخش میشه. زمینی که پخش میشه اتفاقات دیگه هم میفته، یعنی اطلاع رسانی میشه، امیدوارتر میشن و اون کاری که باید انجام بدیم رو من خواهم گفت خدمتتون. مثلا الان ما هدف بعدیمون صدا سیماست در شهرستان و در تهران، فرودگاه هاست،
خدمت شما عرض کنم که، ولی اماکن مذهبی رو من خواهش کردم، گفتم آقا آتیش نزنید، چقدر مسجد زدن من کار ندارم، ولی یه سری افراد مذهبی هستن به مونا احترام بذارید، اکثریتی هستن. ما کار اساسی بود ما کلید سر ما رو بزنیم. وقتی حکومت در آینده سکولار شد دیگه این حرفا نیست، کسی کار نشه بشه، درگیری بین خود ایجاد نکنید، ما باید اتحاد داشته باشیم. پس بیاین روی قضایا فکر کنید و برازیم برمزی کنید. ما به زودی زود این بحث صدا سیما رو مطرح خواهیم کرد که البته مردم از ما خیلی جورتر هستن، بحث جای حساس اعلام خواهیم کرد، فرودگاه اعلام خواهیم کرد، قطار به زودی زود اعتصاب خواهد کرد بدون برو برگرد بدون استثناء شک نکنید، و سوخت‌رسانی دو سه روز دیگه نرسه و خیابونا بسته بشه نرسه، و ما میدونیم که تمام ترابل کشور میخوابه. من چندین سال عرض میکنم خدمت شما که پاشناشیل حکومت فقط بنزین هست، این وقتی بنزین نرسه همه چی واسه هم میپاشه و از هم پاشیدگی یعنی زدن سر ما. خامنه ای هم که خب ظاهرا فرار کرده، خانواده‌اش تا چند روز پیش وقت پیش فرستاده، حالا روسیه رفتن، بعضی می‌خواستن انگلیس برن که ظاهرا اول گفته باشه بعد قبول نکرده، هر قبرسون رفته باشه فقط بره، ولی هر جا باشه این یک موش آب کشیده میاریمش داخلش. اما من کمتر سعی می‌کنم اینجا حرف زشت بزنم، کلمه شکر رو به کار می‌برم، زرشک رو به کار می‌برم. اما آقای خامنه ای، آقای امام جمعه، آقای که میگی رضا شاه است امامه رو برداره، آقای خامنه‌ای که میگی عیسی اشعار هستن، روحانی، تو که اصلا آبستن اینها هستی حرف نزن. آقای خامنه‌ای گه خوردی با جد آبادت این حرف رو زدی، اینه میخواستی؟ تموم شد. نه زرشک میگم نه شکر میگم، گه خوردی با جد آبادت این حرف رو زدی، ملت راش پیدا کرده. بارها گفتم بترس از که صبر زیاد، شما سرت کم زیر برف کردید حالا میخورید، حالا بچم نیروی خودتون، نیروی خودتون جگرتون در میاره، کجای کارید؟ بازی خوردن تازه میفهمن، یعنی میان اون تعصب میذارن کنار و میرسن به جایی که باید برسن. اونها روزگار شما را سیاه‌تر خواهند کرد، در این شکل خودتونم میدونید که در تمام انقلاب هم اتفاق افتاد، حرف می حرف مفت میزنیم اینجوری شده اونجوری شده، اشرار هستی، اشرار تویی، منحوس تویی، و این که اعتراف کردی که خاندان پهلوی دنبال این کار هست دیگه تموم شده است. بله، اونهایی که میشناختن خاندان پهلوی رو میدونستن و شاهزاده عزیزشون رو، اونا واسه کسی کار نمیکنن، واسه مملکتشون کار میکنن، واسه آزادی و آبادی مملکتشون کار میکنن. منحوس تویی، از تمام دنیا بپرس، از من نپرس، برگزار کن. منحوس کیه؟ اشرار کیه؟ اشرار شما ها هستید، خودتون میدونید. وقت میاد بگید اشرار این کاری کردن، خوب کاری کردن، تا پدر توی پدر سوخته بی شرف بی ناموس رو در بیارن با خمینی قاطق دجال دروغگو و قاتل خونخوار. یه سری دوستان میخواستن برن دیشب قبر خمینی رو آتش بزنن، من نمیتونم بگم برید یا نرید، ولی بمونه به عنوان یه اثر چی میگن کاری که تو برلین کردن، بمونه که این رهبر مستضعفین جهان اینجوری بوده. ولی اگه کردن دست ما خارج است، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. من یه اسمس میتونم بفرستم، من دیشب تا حالا نمیخوام بگم چقدر فرستم، اما فرستم و دوستانم پخش میکنن. اگه اپوکسی چیزی چه پروکسی چیزی من که فیلتر شکن است داشتید بفرستید به دوستاتون. 5 دقیقه هم باشه 5 دقیقه است، 10 دقیقه هم باشه 10 دقیقه است، چون اینا ظاهرا بلا فاصله ردیابی میکنن و میبندن، اما اشکالی نداره. پس در حد توان خبرهای خارج کشور که هست، سایت های مختلف که هست، شما دسترسی دارید باشون ترجمه کنید، برای هموطن داخل کشور بفرستید، و آخرش هم قید کنید هرچند نیازیست. مردم ایران خیلی خیلی باهوشند، و بگید که به دیگران هم برای دیگران تقسیم کنید. تو ایران هزینه اس ام اس کمه، رادیویی هم نمیشه، خیلی راحت انجام بدید، بفرستید پخش بزه بره. ممنونم از تو شما که بین که توجه کردید. بعد راهکار بعدی رو باز من در حد توان خواهم گفت، و پیروزی دست ماست، پیروز شدیم. گفتم خدمتتون افتن طوفان اصلی به زودی اتفاق میفته، این دستگرمی بود تا حالا، ولی نیروهای انتظامی دمشون گرم، همراهی میکنن با مردم، چون میفهمن بابا یه جو وجدان میخواد، یه جو غیرت میخواد، میفهمن. ولی نعمتشون مردم هستن، مگه مردم چی میگن؟ حقشون نمیخوان، ظلم ستمی در حقشون میشه، میگه آقا ما گرونی نمیخوایم، ما این نمیخوایم، ما اون نمیخوایم، همش زیر سر فتنه آخوندی که این اصلا تو عمرش من یه گاری آخوندی برده بودم بیمارستان دی، رودش پیچیده بود، دخترش بود اونجا بسری کرده بود، این سال مال مثلا خیلی سال پیشه، 35 سال قبل. بعد اونجا گفتم بیمارستان، گفت 70,000 تومان هزینه‌اش بود. بعد دخترش به باباش گفت، گفت بابا جان ما تو عمرم 70,000 تومان پول دیدم، تو تمام عمرم
نه نهیده بودند. بعد که اومدن سرکار بره حکومت بکنن، دست به هر کاری بگین زدن، هر چی کار چی پول گفتن بدین دادن، فکر کردن که تا آخر همین. نه دوستان عزیز، اینجا آخر خط شماست. حرفا رو من گفتم بهتون، تمام اینا رو گفتم، بارها و بارها گفتم، ولی شماها گوشاتون کر، چشاتون کور، ولی حالا مردم چنان تو گوشتون میزنند. و اون آقای امام جمعه شیراز کدوم قبرستونی گفته که نمیدونم عمامه رو ازاشه از برداره، این هم عمامه رو داب میزن گردن پدر در چه ما بگیم چه نگیم، گردون کنده است. دیدید این یک چک بود تا سر مردم ایران، حالا دنبالش مشت لگده هست و پدرتون رو در میره، خودتونم میدونید ریشتون کنده شد. دیدین چه کار کردن باهاتون؟ بارها بارها بهتون گفتیم دیگه، تکرار نمی کنم دوستان. خبرها رو اسمس کنید داخل کشور، حتی به 10 نفر، 5 نفر، هرچه توان دارید، 100 نفر چه بهتر. ما در تلاش هستیم داخل کشور، ما داریم چیز می کنیم برای تدارکات مواد غذایی شبانه که بیرون میمونن و و کارهای دیگه، اینا انجام میشه. اینا خاطرتون جمع باشه، اینقدر آدم های با غیرت و با وجدان و مردهای عمل و زنهای عمل تو کشور داریم که اون سرش ناپیدا و زنها میبینید چی رو عمل میکنند. درود به شرف همتون، پیروزی مبارک همتون باشه. این روز واسه من زیباست و یه خورده ببخشید خسته هستم، از وقت نکم ریشم بزنم، ولی دارم مشغول کارم هستم و خوشحالم که این ساعت ها رو این دقیقه میبینیم و دیدید همت مردم ایران رو. اونایی که میگفتن غیرت و فلان، دیدی خودتون غیرت ندارید، حالا بیاید دیگه حالا کاری انجام بدید. نمی کنید. یک کلیپ گذاشتم راجع به معاون نیروی انتظامی، خلاصه اونم دوستان بنویسن بفرستن داخل کشور نیروی انتظامی، اس ام اس کنن برای همه. یه پنلای تو ایران هست، قبلا میشد کار بکنید، متاسفانه الان خیلی سخت شده، ولی از خارج کشور میتونید، هزینش زیاد نیست براتون، ارزش رو داره. اینم میگفتید ما با چی کار بکنیم، حالا اینم کار، کاری که به وقتش، همون دوی امدادی است، به وقت نوبت شماست، حالا باید شما ریشه بجنبانید. ایام به کام، روزگارتون خوش، تا کلیپ بعدی.